سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلومات در جنگ های اخیر جبهه مقاومت که در بدخشان بود بسیار تاثیر خود بالای گروه مزدور یا نوکرای ایسای داشت. قسمی که شما در جریان هستید در مقاومت اولم بدخشان لور عمده و یکی از نقاط صفری ما بین کشورهایی که مثل تاجکستان و سایر کشورهایی که میخواین جبهه مقاومت را حمایت و سپورت بکنند. پس تصمیم به این شدد که جبهه مقاومت در اولویت خود جنگ های بسیار گسترده و به می دلیل جنگ های بسیار یعنی پراگنده در ولایت بدخشان شروع شدد که کشورهایی که عامی جبهه مقاومت است در سعی تلاش و مسوحی به جبهه مقاومت کوشش آزادسازی بدخشان است. به می ترتیب ولایت تخار و بعد از او همی طرف و طرف پنشیر و کاپیسا و شمالی در کل آزادسازی، چون این تجربه گذشته هاست که قهرمان ملی از همچین چیزی استفاده کرده بود. ولی حاضا حالی هم رهبر جبهه مقاومت دوم بر همچین چیزی پرداختد که تا باشد نقطه صفری بدخشان آزاد شود که عملا شما شاهد بودین که دو سه روستاهایش هم آزاد شدند و به دست علنا به دست جبهه مقاومت هستند. لحاظا از مردمانی که در داخل کشور ما افغانستان هستند، اینا از ظلم و ستم طالبان به سطوح آمدین و به هینمی مطلب اینا رو بر جبهه مقاومت و دفاع را از اراضی و از ننگ و ناموس شدین. شما شاهد هستین که به نام تحریک طالبان امروز عساکر خارجی از 21 گروه تروریستی در افغانستان حاکم شدد که امنیت بین الملل و بالخصوص امنیت کشورهای همسایه را در خطر قرار دادند. پس امروز فوکس همه کشورهای همسایه بدیل این تحریک که جبهه مقاومت است که از اقوام و اقشار مختلف ملی افغانستان جمع شدند در اون محوریت رهبریش که خود عامر صاحب جوان است دیگه حمایت ناگزیر خود نداشته باشند که تا باشد جبهه مقاومت به سطح پیروزی و به سطح آزادی افغانستان بانجامد. تشویشات جامعه جهانی در قبال افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبا این بودد که این یک گروه خونخوار هر روز جان هزاران نفر را به گونه این و آن میگیرن. لحاظا او وعده هایی که به جامعه جهانی و بالخصوص به امریکا داده بودن که همه صلاحات و مهمات خود را در افغانستان اینا رها کردن و تسلیم اینا کردن، متاسفانه قوات های مسلح ما را اینا به اینا تسلیم کردن با همه جزدام ها و همه هلیکوپتر ها قوات های و ایما به می سیستم دیدن که اینا دستشان قطع نشدد با گروه های تروریستی منطقه و بین المللی. لحاظ جامعه جهانی هم رو پشت به اینا گشتن در روح به جبهه مقاومت و دیجام خوشبختی های وجود دارد. انشالله که جبهه مقاومت در حالت گسترش است و ما تقاضای ما از ملت مردم افغانستان همی است که بر هر وسیله و به هر عنوانی که میتونین و توانایی ازیرا دارین از جبهه مقاومت حمایه گسترده بکنین تا باشد که جبهه بتاند به خاطر عزت و سربلندی و ننگ و ناموس ما مبارزه آزادی خانه را به پیش ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.